ای نام تو بهترین سرآغاز آغاز نام تو نامه کی کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم شاگردای عزیز مکتب هادی به جلسه بیستم ادبیات دری خوش آمدید عزیزان جان جلسه امروز ما عنوانش شایق جمال است در ادامه بحث در حوزه دستور زبان در ادامه انواع اعداد در حوزه ادبیات دری میپردازیم به دو نوع عدد، اعداد توضیعی و اعداد کسری دوستان عزیز در فضای مجازی ما را دنبال کنید نمبر ارتباطی ما را فراموش نکنید ۲ و و و پینجا و 7۸ چهل سیزده. آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما خوبان دری زبان هستیم دوستان عزیز شاگردان قند به جلسه نو خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی قبل از اینکه وارد درس جدید شویم درس جدید را با هم مرور بکنیم بپردازیم به کار خانگی که جلسه قبل برای تان داده بودیم کار خانگی چی خواسته بود؟ اعداد ترکیبی و اعداد اصلی را تعریف کنید و مثال بزنید اعداد ترکیبی و اعداد اصلی اگه خاطر دوستان باشد در جلسه قبل در حوزه اعداد با هم صحبت کردیم گفتیم که اعداد چیز در حوزه ادبیات دری اعداد کلماتی هستند که برای شمارش کردن اشخاص یا اشیا به کار گرفته می شدند حالی انواعی داشتم پنج نوع اعداد در واقع وجود دارد در حوزه ادبیات دری سه نوعش را در جلسه قبل برای تان توضیح دادیم تعریف کردیم مثالش را گفتیم دو نوع اش را در جلسه امروز برایتان خواهیم گفت ولی دو نوعی که در واقع در صورت سوال از شما خواستیم چی بود دوستان؟ اعداد ترکیبی و اعداد اصلی ابتدا اعداد اصلی را برایتان تعریف بکنیم بگوییم که اعداد اصلی چیست؟ عدد اصلی یا اعداد اصلی دوستان عدد اصلی که نام دیگرش چیست دوستان همان اعداد مطلق یا ساده را گویند اعداد اصلی همو اعدادی است که ما در حوزه علم ریاضی از اون استفاده میکنیم برای شمارش کردن اشیا برای شمارش کردن اشخاص از او یاد میکردیم این نوع اعداد دو سال میگوین اعداد اصلی مانند چی؟ مانند یک دو سه چهار پنجاه، شست هفتاد هشتاد نوت صد. یه اعدادی را که ما میگفتیم و میگویم دوستان یه اعداد را میگوین اعداد اصلی اعدادی که به طور ساده به طور مطلق در حوزه شماره اشیا یا اشخاص کاربرد داشت پس مثالش چی میشه دوستان مثالش میشود یک دو سه و غیره حال میتواند اعداد دیگری نیز شامل اعداد اصلی شود ولی در کنار اعداد اصلی ما یک عدد دیگری نیز از او یاد کردیم گفتیم عدد چی دوستان؟ اعداد ترکیبی اعداد ترکیبی چی بود؟ اعداد ترکیبی از نامش مشخص است از ترکیب کردن میآید. هر زمانی که شما چند عدد را با یک دیگر ترکیب بکنی می شود عدد ترکیبی حالا اون ترکیب چه میتواند باشد؟ ترکیب اعداد اصلی ما باشد پس هر زمانی که عدد در واقع چی دوستان؟ عدد ترکیبی هر زمان که دو عدد اصلی را با هم ترکیب کنیم هر زمانی که دو عدد اصلی را با هم ترکیب کنیم با یک دیگر جمع می شود کنار همدیگر قرار داده می شود و تحت عنوان عدد ترکیبی از او یاد می شود مثالش را می گوییم دوستان مثال اعداد ترکیبی مثلا میشود چی؟ میشود 22، دو. 21 بیست, بیست یک عدد است، یک عدد اصلی است. دو هم یک عدد اصلی است. کنار یک دیگر قرار گرفته شده شده بیست دو دو. یا عداد دیگر. مانند چهل و پنج. چهل و پنج. چهل یک عدد است دوستان یک عدد اصلی است. پنج هم یک عدد اصلی است کنار هم دیگر جمع شده قرار داده شده و یک عددی را تحت عنوان عدد ترکیبی را ساخته است خب شاگردای عزیز و گرامی وارد درس جدید شویم در حوزه تاریخ مشاهیر افغانستان امروز میپردازیم و آشنا خواهیم شد ما و شما با یک از شخصیت های شاعر در حوزه ادبیات دری در کشور عزیزمان افغانستان تحت عنوان شایق جمال از جمله شاعران و نویسندگان معروف افغانستان است که در حوزه ادبیات دری بسیار شهرت عام و خاص دارد ایشان نام اصلیشان میر غلام حضرت است که فرزند کیز دوستان فرزند شخصی به نام میر جمال الدین میباشد که نام پدر ایشان است و جالب است که از بازماندگان عارف بسیار مشهور میروائز کابولی است که در واقع از نسل و از خاندان ای عارف و شاعر بزرگ کابولی میباشد. در سال 1275 هجری شمسی در ولایت کابل به دنیا می آید در واقع شایق جمال و جالب است که خواندن و نوشتن را در ابتدا نزد پدرکلان مادری خود شروع به آموزش می کند یاد می گیرد و بعد از آن وارد لیسه حبیبیه می شود سنف دهم ده خود را در لیسه حبیبیه تمام می کند و وارد دارالمعلمین کابل می گردد نزدیک سه سال طول میکشد که در دارالمعلمین کابل مشغول به یادگیری در واقع تدریس و آموزش برای دانش آموزان میشود. دوره دارالمعلمین را با شهادت نامه درجه یک در واقع اتمام میکند و بعد به شغل معلمی و سپس به سرمعلمی در مکاتب ابتدایی کابل خاصا در همو در واقع لیسه حبیبیه مشغول میگردد. جالب است که نخستین شعری که شایق چمال از خود میگوید در سال 1300 هجری شمسی است در حالی که این شاعر 15 سال بیشتر ندارد نخستین شعری که از ایشان به چاپ میرسد در چندین جریده است از جمله جراید مهمی که در او زمان بوده و هر شعری را در خود جایی نمیداده بلکه شعرهایی که دارای غنای بسیار زیادی باشد را به چاپ میرسانده و شایق جمال در واقع افتخار را کسب میکند که اشعار خود را در سنین بسیار نوجوانی در این جراید به چاپ میرساند از جمله جراید مشهور سراج الاخبار امان افغان اصلاح و انیس می باشد که از جمله جراید بسیار معتبر و مشهور افغانستان او دوره بود دوستان و جالب است که مجموعه اشعار شایق جمال در سال 1334 هجری شمسی تحت عنوان دیوان اشعار شایق جمال به چاپ میرسد خب از حوزه تاریخ ادبیات در حوزه شایق جمال عبور میکنیم دوستان به محتوا و مضمون و درون مایه اشعارشان بیشتر میپردازیم که با نحوه شعرگوییشان بیشتر آشنا شویم ببینیم که شایق جمال بیشتر چه محتوایی چه مضمونی و چه درونمایی در حوزه شعری داشتند بزلگویی، تنزپردازی، بدیه سرایی و حاضر جوابی از ویژگی های اشعار شایق جمال است نگاه کنید دوستان پس ایشان چون یک شخصیت بزلگوست یک شخ... شخصیتی است که بسیار بسیار شاد است مفرح است و این اثر شخصیتی اثر در واقع شادی که در وجود اشان وجود داشت به شعر اشان نیز سرایت میکند و تنزپردازی و تنازی بسیار بالای اشعار اشان دارد از دیگر ویژگی های اشعارشان بدی است یعنی فلفور در لحظه اشعار بسیار ناب و نقضی را بیان میکرده و حاضر جوابی نیز یکی دیگر از ویژگی های شعر اشان است که وقتی که از اشان سوال میکردن جواب سوال را با شعر بسیار زیبا بیان میکردن در سنه 1383 هجری شمسی نیز مجموعه تنزی تحت عنوان در واقع آثار تنزه اشان بنام لطایف و زرایف از ایشان به چاب میرسد که در واقع بسیار خواندنی است دوستان توصیح میشد که کتاب رو ببینید و مطالعه بکنید و با گونه تنز شایق جمال بیشتر آشنا شوید مزامین اشعار وی بیشتر مضمونی که دارد محتوایی که دارد درون مایه اشعارشان و تندوسی عدالت اجتماعی، آزادی، صلح و اتحاد است. <applause> استاد خلیل الله خلیلی که میدانید یکی از چهره های بسیار فرخیخته و یکی از مشاهیر حوزه ادبیات دری در کشور عزیزمان افغانستان است شایق جمال را با عنوان شاعر نازک خیال ستایش میکند نگاه کنید دوستان این خیلی مهم است که یک شخصیتی یک شخصیت تراز اولی مانند استاد <applause> خلیل الله خلیلی میآید و در واقع در مورد شایق جمال یک وصفی می کند یک صفتی را به کار می برد تحت عنوان شاعر نازک خیال چرا این گونه بیان می کند؟ چون اشعار بیشتر مضمون ملی دارد مضمون در واقع انسانی دارد همین مزامین همین محتوا از سوی دیگر با بزلگویی با تنظامیزی آمیخته می شود و یک نازک خیالی بسیار زیبایی را خلق می به خاطر همین نوع بیان محتوا با گونه تنز باعث شده که استاد خلیل الله خلیلی این صفت را برای ایشان به کار ببرند و شایق جمال در سال 1353 هجری شمسی نیز از دنیا می و پیکر ایشان در جوار زیارت شاه دوشمشیره امروز بنا نهاده شده است بسیاری از بسیاری از کسانی که در حوزه ادبیات دری دوستار شعر و شاعری هستند و نسبت به ایشان ارادت خاصی دارند می مرقد ایشان را زیارت کنند خب های عزیز برای که با مضمون و محتوای اشعار شایق جمال بیشتر آشنا شویم ابیاتی از اشعار ایشان را از کتاب دیوان اشعارشان در واقع متن کتاب و معلف کتاب برای شما آورده است که با هم میخوانیم و مرور میکنیم <تصفيق> <تصفيق> حسن عمل تا که از نام پدر تاج زنی بر سر خیش باش از حسن عمل خود پدر و مادر خیش خوشتر از اطلس و دیبای کسانش بشمر کهنک از آبله دست کنی در بر خیش نروی تا در هر کس و ناکس روزی سائل مفلس و محتاج مران از در خیش معنی دین و دیانت به خدا چیزی نیست معنی دین و دیانت به خدا چیزی نیست غیر همدردی و امداد به همدیگر خیش کی خلاصت کند از کشمکش روز جزا کی خلاصت کند از کشمکش روز جزا این همه تکیه که داری به سیم و زر خیش با همه لطف و کرم کن به مروت پیشای تا کشی شاهد مقصود تو هم در برخیش داده از بس که ز افلاس فشارم گردون میکنم کوچه غلط از همه تا دلبر خیش حرف دانش نزنی هیچ به بزم جهلا حرف دانش نزنی هیچ به بزم جهلا پیش کوران نبری آب رخه گوهر خیش واعظی نیست واعظی نیست به موضع تو مناسب شایق همه واقف شده امروز ز خیر و شر خب شاگردای عزیز در ادامه درس امروز وارد بخش دوم میشویم که دستور زبان است اگه خاطر دوستان باشد در جلسه قبل در مورد عدد صحبت کردیم گفتیم که کاربرد اعداد در حوزه ادبیات دری برای شمارش اشیا و اشخاص می باشد به طور کلی گفتیم که اعداد پنج نوع از پنج دسته می باشد که اعداد یا اصلی هستند یا ترکیبی هستند یا ترتیبی هستند و در واقع سه نوعش را در جلسه قبل برایتان بیان کردیم دو نوع دیگرش مان که این جلسه با هم دیگر مرور میکنیم خب این دو نوع چیست یک عدد توزیعی است دوستان و یک دیگر عدد کسری پس دو نوع عدد توزیعی و عدد کسری را با هم بررسی خواهیم کرد نوع اول دوستان عدد توزیعی است عدد توزیعی چیست اعدادی هستند که تقسیم معدود بخش های مساوی را نشان میدهد و از تکرار عددهای اصلی ساخته می شود تقسیم معدود به بخش های مساوی پس هر زمانی که شما دوستان داشتیم دیگه یک عدد داشتیم یک معدود داشتیم عدد او در واقع چی بود شماره اعدادی بود که برای یک چیزی یا یک کسی استفاده می کردیم و او شیعی و یا شخصی که عدد برای او به کار گرفته می شد تحت عنوان معدود از او یاد میکردیم حالی عدد توضیح میاد چیکار میکند همه معدود را به طور مساوی تقسیم بندی میکند و از تکرار عددهای اصلی ساخته میشد نگاه کنید به طور مثال میگوییم دو دو پنج پنج و مانند اینها مانند چی دوستان؟ مثلا بگوییم به هر کدام دو دو هزار رسید دو دو هزار نگاه کنید یک دو داریم دو داریم یک دوی دیگه هم داریم یک دو داریم دو دو داریم پس دو دو یعنی چی یعنی دو یک عدد اصلی است دوی دیگر هم یک عدد اصلی است ولی تکرار شده چرا چون ویژگی عدد تاوزی تکرار یک عدد اصلی بود دو دو حالا برای چی تکرار شده به طور مساوی بیان میخواهد بکنه چرا معدود را معدود در اینجا چیست به هر کدام دو دو هزار رسید دو دو هزار چی دو دو هزار ممکن است مثلا بگوییم پیسه رسید ممکن است بگوییم چه رسید دوستان دو دو هزار مثلا میوه رسید هر چیزی می تحت عنوان معدودش باشد یا ممکن است که در واقع پیسه باشد یا ممکن است در واقع مریوه باشد یا ممکن است چیزهای دیگر باشد ولی تقسیم بندی عدد اصلی به طور مساوی به طوری که عدد اصلی دو بار تکرار شود این ویژگی عدد توزیست به هر کدام دو هزاری رسید گاهی برای ای که از تکرار بخوایم جلوگیری بکنیم او عدد اصلی را به جای تکرار دوباره از یک بار استفاده میکنیم به جایی که بگیم دو دو هزار رسید میگیم به هر کدام دو هزار رسید که این نیز قابل در واقع استفاده در حوزه اعداد توزیع میباشد خب یک نکته دوستان نکته اول میگوید اگر معین کننده به واو حروف صدادار ختم شود به جای یا ای می آید پس چی دوستان اگر بخواهیم یک جایی به کار ببریم که در واقع اونجا چیکار بکنیم دوستان به واو که حرف صدادار است مختوم شده مختوم می شود به جای حرف یایی که در انتقام می آید از حرف ای استفاده میکنیم به طور مثال به هر کدام دو تایی رسید به جایی که بگویم چی به هر کدام دو تایی رسید میگویم به هر کدام دو تایی رسید چرا چون یک جای عدد ما ختم شده به چه ختم شده به واو ختم شده دو نگاه کنید دوستان اعدادی که انتهایشان اعداد اصلی که انتهایشان به واو ختم می شود ما وقتی که می آییم و عدد رو در واقع به گونه عدد توزیعی بیان می کنیم انتهای عدد توزیع ما به جای در واقع یا ای مختوم می شود یک نکته دیگر دوستان نکته دوم گاهی معین کننده هم نمی آید و پسفند یا به عدد می پیوندد یک نکته دیگر است دوستان به طور مثال بیان می شد کتاب ها را بیستی خرید کتاب ها را چی خرید؟ بیستی خرید اینجا دیگه ما معین کننده نداریم یعنی معدود ما بیان نشده معلوم نشده و از اون طرف دیگه دوستان پسوند یا به عدد میپیوندد دیگه شما میکنید دوستان ما همو عدد اصلی که داریم پسوند یا را به او اضافه میکنیم مثلا نگاه کنید دوستان کتاب ها را 20 خرید 20 عدد اصلی است درسته یه عدد اصلی در انتهایش چی گرفته در انتهایش یا آمده چرا یا آمده چون معین کننده در اینجا ذکر نشده خب از عدد توزیع عبور میکنیم به سراغ عدد کسری میرویم عدد کسری چیست در تعریفش آمده است که عدد کسری آن است که قسمتی از عدد اصلی را نشان دهد این عدد در زبان دری به چند صورت استفاده و استعمال میشود پس نگاه کنید عدد کسری بخشی از عدد اصلی قسمتی از عدد اصلی را بیان میکند نه همهش را قسمتیش را بخشیش را به طور مثال میگوییم پنج یک پنج یک یعنی چی؟ یعنی یک بر پنج پنج یک یعنی یک پنجم دوستان یک پنجم وقتی میگوییم پنج پنجم یعنی چی؟ یعنی کلش یعنی برابر با یک یک میشه چی؟ میشه یک عدد اصلی پنج یک یا یک, یک بر پنج که نیز به او گفته میشود یعنی چی؟ یعنی قسمتی یعنی یک پنجم از چی؟ از اون میتواند مثلا میوه باشد از پول باشد از پارچه باشد یا هر چیزی دیگری میتواند در زمره ای جای بگیرد هشت یک یک بر هشت نیز بهش گفته میشود که در واقع یک قسمتی از او کلیت که معدود باشد را بیان میکند نه همه او عدد را نه همه او معدود را تنها یک بخشی یک قسمتی از او عدد را بیان میکند که تحت عنوان عدد کسی ما او را یاد میکنیم مثال میزنیم چ که یک هشتم کتاب گلستان درباره اخلاق درویشان می باشد می دانید که کتاب گلستان سعدی شامل هشت بابه هشت بخش است حالا این کتاب که هشت قسمت دارد هشت بخش دارد هشت باب دارد وقتی که ما توضیعی میخوایم وقتی ما میخوایم کسری نگاه بکنیم و در تقسیم بکنیم گوییم چی؟ میگوییم یک هشتم یعنی چی؟ یک هشتم یعنی یک بر هشت یعنی یک قسمت از هشت قسمت ای کتاب در حوزه اخلاق درویشان است خب کار خانگی جلسه آینده شما دوستان عزیز شاگردان جان خب اعداد توزیعی و کسی را تعریف کنید و مثال بزنید این دو نوع عدد توضیعی و کسی را برای شما گفتیم بیان کردیم مثالش را زدیم حال از توی شاگردی که در واقع در این جلسه سر تا پا گوش بودی به گوش جان مطلب امروز را شنیدی و یاد گرفتی خواستیم چی خواستیم؟ که ابتدا عدد توضیعی بعد عدد کسری را تعریف کنی و در انتها برای هر کدام از این دو نوع عدد برای ما مثال بزنید خب شاگردای عزیز گرامیان جان در پایان جلسه بیستم رسیدیم امیدوارم که مانده نباشید خسته نباشید آرزوی ما موفقیت و کامیابی شما در حوزه امتحانات انتهای سالتان است دوستان عزیز در فضای مجازی باز هم میگویم ما را دنبال کنید راهنمایی نمایید و میخواهیم که نمبر ارتباطی ما را در خاطرتان نگه دارید دو صفر 780 255 40 13 راه های ارتباطی کانال ارتباطی ما با شما خوبان است عزیزان دلبند در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید خداوند یار و نگهدارتان